من نگه دیگه، من نمیری گوسفندی هم گوسفند پسرم بوده ها. بگی حیوانی یواش یواش پسرم اومه ای بحشی غلامم. آقا بس اینم من بهت بگم آقا، دم همه اونای گرم که قوطی آرزوی ما رو باز کردن، وگرنه ما جز دست سومی بودیم مخصوصا این. بابا چرا دست بندی میکنی؟ نگی داداش ما آکی آکیم. نگی دروغ میگه. بودو دیگه. اوه حالا مگه چی شده؟ چی شده مگه مش کنیم که یعنی آدم منتظره؟ خب تو به کار خود برس، منو به کار خودم دیگه. بزن مشتری مداریه نگاه کن ببین. خوش اومد بشه اینجا رزرو. برو برو بفرم. خیلی خوش اومد. بفرم. سفارش تلفنی آماده شد منون؟ برای شما که رفتید کار حضوری ها بشه که دست درد نکنیده؟ مشتری آوردم برای تو. راست میگه. بیا شما میگی اینم یاد میگیره. اول مشتری های حضوری رفته گوشه؟ بده برده بده. یعنی چی مرد اسم دیروز مگه نیدی؟ من خود من یا همین امروز پری روز من دو سه روز آقا شانه ببخشید حساب ما چقدر میشه؟ من که معلمه حساب نیستم، ولی شما همه رقم میتین رو من حساب کنید. تلفن ها اسکیپ شما قرار به من بزن. یه لحظه قلی اطمان یه لحظه بابا من دیگه مشتری حرف نزن. مشتری معذرت میخوام یه لحظه من نیاز میخوام از حضور بس کاری بکن. حاجی اومده بدبخت شد. چی حاجی؟ اتا لحظه شو آقا من بشینی جور بدن. حاجی بهداشت اومده یه لحظه بشین الان دایتو میکنم بره یه لحظه. مروچه مروچه حاجی بهداشت اومده. خانم‌ها قاعده توجه کنن. خانم‌ها توجه کنن. ببینید اینجا از نظر وزارت بهداشت یه پیتزا فروشی نمونه انتخاب شده. الان مأمورش داره میاد. ما شرایط ویژه داریم. خواهشاً برای که موهاتون روی غذا روانی. الان تا اونجایی که امکان داره برای که موهاتون زمین نریزه روسریاتون رو همونجوری که همکارم نشون میده روسریاتون رو تا اونجایی که امکان داره جلو بکشید که موها روی غذا و زمین نریزه. حضار محترم برای ورود و سلامتی حاج آقا صلوات دشمن شکن بفرست. محمد سلام حاج آقا. آقا غلام من میرم. انشالله بعد از نماز مغرب و عشا من خدمتتون عرض میکنم چی شد. چشم شما بفرمایید. مادر شما هم عین مادر ما، خدا خودش ما رو آفریده، خودش هم اینجوری با ما حال میده دیگه. دست شما در نکنید. بفرمایید شما بفرمایید. سلام علیکم حاج آقا. خسته نباشی. خسته چیه حاج آقا؟ سعادت یه برای شما کار کردم. کارو باش چطوره؟ به حمدالله حاج آقا همه چی خوبه. خوب الحمدلله الحمدلله. بیا این پیشت باشه. این کلید کجاست؟ این کلید خونه منه. میخوام این پسرموی فاسد فاجر چیزی نفهمه. دارم میرم زیارت. به قبول باشه آقا. به سلامتی کجا؟ ریا نباشه عتبات. به 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 حالا خب من باید چیکار کنم آقا؟ میخوام هر روز بری به خونه من یه سری بزنی. ولی این پسرموی فاسد فاجر این نفهمه. چشم. میری به گلدون آب میدی، وقتی هم که داری میای بیرون یه چراغ روشن میزنی. خونه ما رو که بلدی. بله آقا، وقتی آقازاده ایران بود یکی دو بار پیتزا بردم براش دیگه. حیف اون پیتزایی که برای اون بردی. خوب نبود؟ اون اصلا پسر من نیست. چرا آقا واسه خودتون حرف در میاد؟ من یه جوری شبیه خودتونم هست. اصلا نمیخوام اسمش هم بشنوم. من اسمشو نبردم. ولی آقا راستش چی بود؟ هیچ چی نگو. سیدیاش
چشم. چشم آقا. با انگوری. آرشیتکس برج میلاده. اینو وردار. چه تعزیز من؟ تموم نشو. تو خود میدونی مرمت از ساختن سخت‌تره دیگه. خب من این مرمت آثار بستانیه. آره، برج پیزاست. بعد صاف و صوف بشه، نباید کج بشه، نباید بفهمن دست خورده است. خب این همه بردی من فهمیدم. نه پس. اون دفعه اگه من تشی نکرده بودم که خب فهمیده بود، الان طلاق گرفتی تو الان داشتی زار زار گریه می‌کردی. هنوز که هنوز من خدا فکر می‌کنه پیتزا خود یعنی هر تیکه شاید یه چیزی بشه. چی نگو. آخه بدبخت. ببین آماده کن دارم زنگ میزنم. آقا یا می‌بینی؟ ریزوازیش واسه ماست، اشغال و نامزد بازیش واسه آقاست. اینقدر قور نزن. ببین سلام منو به الهی خانم برسونا، یعنی سلام مخصوص برسون. یه لایه سلام، یه لایه سوس، یه لایه سلام، یه لایه پنج، یه لایه سلام. دو دقیقه بی زحمت خفه شو. دو دقیقه خفه شو. نه نه با تو نیستم. مشتری بودی. خواب با مشتریم. ساعت 4 شده. گشتت نی؟ نمیخوای نهار بخوری؟ میخوام کوف بخورم. مگه چی شده؟ بلوک داره اینجا رو میفروشه. مال خودش بفروشه. بی تو چه؟ بفروشه که من و الهه جایی نداریم زندگی کنیم. باید بیم تو چادر، تو سرما و فرانزای نوع ای بگیریم، بمیریم تا هم بمونی بی کس و کار. بابا زندگی همینه دیگه، بالا پایین داره. بعدش هم قرار نیست که تو آخر عمر بری تو چادر. تمام مسافرت؟ نه بابا. ها؟ بالاخره من یه فکری میکنم دیگه. اگه میخواستی فکر کنی تو این 7 سال میکردی. تالام رفتیم سر خونه زندگیمون، مولوک هم جا رو میفروخ به درک، اینطوری نمیشد. والا یه کار، والا کجا بفروشه؟ الهام بیا دیگه، مولوک بازم میخواد فال بگیره، قهوه میخواد. زنگ میزنم بهت. خب دارم حرف میزنم دیگه. خب سلام منم بیرسون دیگه. چی شد اونا میان یا من ببرم؟ نه بابا میگه پیتزا نمیخوای. در اینکه مولوک میخواد اونجا رو بفروشه کارگاهو. خب بگو بیان اینجا. آفرین. مدام خود اونم دیگه باید بریم بیرون دیگه، چون حاجی با تیپا میندازه بیرون ما رو. خب نمیدونی به دختر مختار حساسه؟ حاجی هم طالبان که نیست. بگو آقا دختر کنار خیابون که نمیخواد برداری بری، زنت عقدت میگه جا نداره چند وقت پیش من. بله الهام عقدی، ولی الهه رو عقد نکردم ها. حرف دهن تو بفهم ها، من اونو میخوام عقد کنم ها. بگو اینا رو، تو عرضه این کارا رو نداری که. زن منو دست نزنی ها، آسمون پاره شده فقط تو زن گرفتی. نه تو هم قرار بگیری. هنه نفس سلام نرسونی دهن تو رو خون میکنم ها. چطوری الهام؟ ببین ارسا جوش میکنی صدا چجور. سلام همه، از کجا زنگ میزنی؟ قبرستان. کجا دارم زنگ بزنم؟ از دکان دارم زنگ میزنم دیگه. سعید خوبه؟ جا سعید خوبه. همینطور قصه میخونه لاغر شده، شده پوست استخوان. چقدر به من طاقت داره مریضی اونو مردن اونو ببینم. هلایی بمیرم همه. هر جور راحتی میمیریم بمیر زودتر، اما قبل از مردن یه کار انجام بده برای من. جانم در خدمتیم. میبینم من از وقتی که سعید از سرباز اومده بابای فلان فلان شده، اون منیجه رو میگم نمیذاره بچم جیفشو ببینه. یه دونه زدم. چته پرپر میزنی؟ خبر مرگت، حرفت بزن. بابا داره میگه که با کی حرف میزنی؟ کی دارم که حرف بزنم؟ با بورفرینم حرف میزنم. ببینم چی میگم، گوش بده. امشب یه بلیت خریدم، باید حرکت کنه به طرف آرژانتین. چون همه؟ خب اگه رفت اونجا یه عکس با مارادونا بگیره برای ما بفرسته، با تیستون هم دید با ما بندازه برای ما بفرسته دیگه. اون یاره که من نمیشناسم، اومد اینجا خودت بهش بگو. پروازش از تهرانه؟ پرواز مرواز چیه؟ اتوبوس خودش میاد آرژانتین. من نمیدونم. بهش 3 میلیون بدین، هر موقع رفت صداس من خودش جبران میکنه. نه ترسیم پولشو برمیم. من دیگه پول تلفن ندارم بیشتر از این. سه لوده. یکی میاد. کیه؟ نمیدونم، اما حتما میاد. خوشتیپه؟ آخ آره، خوشتیپ، خوش هیکل، پولدار، با معرفت.
آفرین، همینه، خودش من دنبال این میگردم. یه گل روزم اینجاشه. میگم که بگو کی دقیقا این اتفاق میفته، شاید من اینجا رو نفروختم. بذار دقیق بگم، 6 هفته یا شاید هم 6 ماه، 6 سال یا 60 سال. ای خب پس مبارکه. میدونی که اینجا مشتری داره، دارم میفروشمش. بفروشی و فرار؟ نه خیر، بفروشم پول جنابالی رو بدم شرط کم. آها، پس تا اون موقع ما چی کاره این؟ طلبکار. ای، منظور؟ منظور این که هر جا که دلمون بخواد پامونو میذاریم. ببین آقای نسبتا محترم، اینجا محل کار منه، من آبرو دارم. اگه آبرو داشتی که چه که بی محل نمیکشیدی، میکشید؟ نه بفرما. اگه نداشتم که میدادم باباتونو در بیارن که حرف پدر سوخت. آبا من با این حرفا کاری ندارم، الان اون چک دست منه، منم زمان زیادی ندارم، پولمو میخوام، همین. منم گفتم چشم، فقط وقت میخوام، همین. الهام، میخوای برم یه ساندویچ همبرگر درست کنم برات؟ نمیخورم. هات داگ با پنیر؟ هاتاک بی پنیر؟ نه پنیر خالی. اه؟ خب آخه هیچی نمیخوری، زخم معده میگیری که. بالاخره که چی ها؟ 2 روز دیگه بیکار میشم دیگه، نه صبحونه دارم بخورم نه نهار نه شام، زخمه میشه سرطان. بعدم پولم که نداری منو ببری دکتر، که میافتم گوشه خیابو مردم باید جمع کنم ببرم بیمارستان، باز باید عمل کنم، پول عملم نداری بدی، بعد داری کلیت رو بفروشی خرج عملمو بدی، ایشالله میمیرم زیر عمل، تو هم میمونی با یه کلیه بی زن و بچه و بدبخت. رومانش خب اینا رو از کجا آوردی؟ دروغ میگم؟ خب مولا کینه مال اموال داره، چرا گیر داده مزارشو بفروشه، بره خونه و زمینشو بفروشه؟ تور و تاج و لباس عروس رو نمیتونه ببینه، میبینه حالش بد میشه. خب اصلا شاکی قنامه حالا بشه قصه بخوره، یه اخم کن چاک بیفته اون وسط پیشونید، پس فردا سگده بزن دنبال شوهرم، یه خواستگاری هم که داری از دستت بپره، فهمیدی؟ راست میگی؟ نه پس چیه تو انقدر صرفه میکنی؟ باز خدا رو شکر نفع شنیدی، اون دفعه که جیگرم و دهنمو زد بیرون. حالا چی کار داری؟ چی با کیلو بده در رو قفل کنم؟ تو جیبمه. آخه در رو قفل کنیم ما چجوری بریم بیرون؟ والا اما که میاد گیر میده، خواستیم بریم من در رو وا میکنم. نه راست میگه. این سوچه ماشینه؟ اینه چرا برداشت؟ ماشین داری؟ نبیشی؟ اون کلیده کجاست؟ خب هیچی پیدا کردم، بده من اینو. های پیدا کردی بذارم رو در بگم آقا این گم شده. بابا لازم نکرده. آها، پس پیداش نکردی. میمون همه چی رو که من باید به تو توضیح بدم. آخه جوون نادون، آدم اول زندگی مشترک چیزی از همسرش پنهان میکنه، اونم همسر دستگونی مثل الان خانم. اصلا بدم ببینم. بفرمایید. این مال کجاست؟ تو که داشتی گریه میکردی تو. دستمالام تموم شد. حرفو عوض نکن، میگم این مال کجاست. ها این که مال دوستم. خب دست تو چیکار میکنه؟ ها نکنه من بود مصرف میکنی؟ گفتم یه مدت قیافت تغییر کرده، هی چایی میخوری چرت میزنی که؟ بیچاره معتاد میشی، بعد پولشو نداری، بعد بری قاچاق کنی، جوونه مردم رو بدبخت کنی، میگیرن دارت میزنن، من اول جوونی بیوه میشم. اوه فقط به طالبان وصله نکرده، حال کردین؟ همش تقصیر توه دیگه، اگه به جای این کلید اون یکی رو برداشته بودی الان همه چی تموم بود، این حرفا پیش نمیومد. چی تموم بود؟ یعنی میخواستی به من دروغ بگی؟ الان باید بفهمم ترکت بدم بیچاره، نه وقتی کارتون خواب شدی. با این حرفا چی برای خود میبری و میدوزی؟ خب شغلش اینه، چرا کی؟ غلام، یه دقیقه تو حرف نزن. حرف نزن دیگه، تو حرف بزن، بنگی، چشم. ببین عزیزم، این کلید خونه یکی از دوستامه، خب رفته مسافرت، اینو داده به من، یه وقتی برم اونجا آب بدم گلدوناش. به این میگم مکان، میره اونجا هریون میکشه. جیتا، لال شو. یعنی خونه خالی دیگه ها؟ میری اونجا تنهایی، دلت میگیره، هوایی میشی، عشق و عاشقی میزنه به کلت. مکانم که داری، اگه ایدز بگیری من چه خاکی تو سرم کنم ها؟ آخ آخ، اینو خوب اومد یاروسمون. بدبخت تو زن داری این کارا چی میکنی؟ خاک تو سر تریاکید کنن، ما فنگی. تو چه ربطی داره میگی؟ اصلا اون کلیدو بده من. بعد تو بده شما نمیخواد. کلیدو بده به من. کلیدو میخواد چیکار؟ بریم تتوشو در بیاریم. الا خانوم، نمیتونی تا آخر عمرت که با شک زندگی کنی، میتونی؟ دروغ میگی، اصلا این ربطی نداره که. الان میدین اصلا ساعت چنده، این بی خود از خوش. تازگی. اصلا تو با چی میخوایم تا اونجا بریم؟ با موتور. خب الهی.
وقتی میگم وایسین وایسین دیگه کجا مثل بچه گره سرتون انداختین پای میریم؟ من یادتوس بلد شما غلام غلام کو پیاده شید شما هم پیاده شدی دیگه متوفر پیاده شما خیشه دیگه پارست جارت میکشه نه دیگه نه دیگه اینجاست؟ نه پنج تا کوچه بالاتر خب همینجاست دیگه چه حالتیه؟ حالت بجده دیگه چه مکانی داره آجی؟ بله اینجا ورودی آشپزخونه است اینجا ورودی استخر سوناست اینجا این را پله میره در واقع اینجا الان حال و پذیراییه شما دقت کنید اینجا معماریش معماری بارتانیسمه و در واقع ضد زلزله است خونه هم که خونه تریپلکسه شبا اینجا تنها نمیترسه؟ حالا همه اینجا سوال دارن ها. بابا مهم اینه که خیالت راحت شد دیدی دروغ مروغ نیست حرف من از کجا منم اینجا خونه حاجیه یه دونه از عکساش به دیوارا هست حالا حاجی عکسشو به دیوار نزده اونم من جوابگو بشم بابا زنت دیگه الان شک داره دیگه بریم بگردیم یه چیز از حاجی پیدا کنیم اینم ویرش بخوابه اوه منوچه بیا بالا حاجی تو زرد از آب در اومده یه چیز ازش بده کردم اوه بیا بالا بیا چطور برداشتی دست دادی؟ اینا مزگونهای حاجیه اون وقت من میگم اونجا جون میده واسه عروسی بگو نگاه کن سازه دوقلوشون هم براست سس رو بریز رو خمیر سوسیس کالباس با پنیر فلفل نمک خره خورد میشه یه پیتزا مخلوط پیتزا اینجا جایی نداری ربط شکم به پوله بی پولی شاخ قوله تو که خیلی پول داری کسی را دوست نداری سر کیسه را شل کن یه خورده پول بلو کن بریز به باش نمیخوام لنگم واسه دوتا با تو جیبم تارن کبود مخم میکشه هکسو بطوری سمت را طلب بود بایسیات بزن کنو کجا میرفتی؟ نمیرفتیم داشتیم برمیگشتیم گواهینامه کارت موتور گواهینامه شما پشت فرمون بودی؟ نه در واقع ایشون ترک موتور بود ولی چون میترسید عقب بشینه من گفتم اینجا بشینه دم دست باشه کارت موتور و گواهینامه که نداری کلاتون من که کلا دارم کلات کو کلا میگه کو دو تا کلا داشتیم کلا گذاشتیم سر اینا دیگه با همین نسبتتون خب این زنمه، اینم خواهر زنمه، ایشون با این در شرف هست دقیقاً، دست شما در نکنه مبارک باشه گواهینامه دارین؟ بله، خیاطی اتفاقا سرکار کارشونو حرف نداره، یه موقع لباس شبیه دکلته چیزی خواستن بچه ها دستشون دکلته موتور رو میگه آها، اونا که علاقه مندن، اتفاقا الان داشتیم بهشون یاد میدادیم شما آمدین بله، معلومه شناسنامه راستیتش کارت سوخ همرو نگه راست کارتونه که آقا بعد میگم که آدم عاقل شناسنامه‌شو دستش نمیگیره این برمای بره شما الان خودتون شناسنامه‌تون همراهتونه او کارت ملی هم داری؟ دوشه خوردی؟ بریم کلانتری همیشه مشخص میشه او بریم تو کلانتری سرکو خواهم اینجا عقد کنی چهار دست و پا من مهر کنیم من راضیم آقا تو شما چهار نفریم به زور جارو شدین جا تنگ میشه شما آدرس بده ما میان دیگه خود ما رو نبرین کلانتری الان ما رو میبرین بعد اعتراف به جرم کنیم بعد ما رو میبرین تلویزیون اونجا ما رو شطرنجی میکنم از رو صدا شما لازم نیست بود آقا تو اونجا که آدمه با هم بود ما بگوستم اون یه تیک سرکار اجازه بدید برن بچه های خوبی هن و بچه های نفهمی هستن اما بسیار فهمیده ازو بدید تشریف ببرم امشب که اینجا مهمونم فرد میرن دادسرا برو دنبال کارشون نه دیگه دست شما در نکنه ما را همجوری سرزده آوردین تدارکم ندیدین شما خودتون هم کم میاد ساکت بچه وقتی جناب سرهنگ میگن ساکت یعنی ساکت من سربان هستم نفرمایید شما الان برای ما تیمساری یه لحظه آقا اینجور برخورد میکنی که ما قتل نکردیم یه نفر نکشتیم که بعد اگه بحث گواهینامه باشه گواهینامه رو بنده خودم دارم من
چه؟ حالا تو بدون حرکات موضوع توضیح ندی و دست خرم شد میزنم دیگه خرم شد دیگه آقا بعدش هم موقعی که بچه های شما گرفتن ایشون جلو نشسته بود بعدم از لحاظ اصول شهروندی درست است که با شلوار پاره ترک موتور بشینه کارت موتور هم که نداری از کجا معلوم سرقتی نباشه نه آقا موتور مال حاجیه کارتش هم پیشونه هفته دیگه خوش برمیگرده یالا مسافرت درسته درسته بله موتور مال پیتزا فروشیه باهاش پیتزا جابجا میکنن اصلا اینکه سربازتون هم یالا بفرستیدم در عدم دو تا بوکونه بوی پیتزا میده موتور قش معلومه هر چی میخواد بده بده امشب اینجا مهمونی آخه کی بوشه شلوار پاره میره مهمونی ببین اگه تو یک کلمه دیگه حرف بزنی 60 تا سند منگوله دارم بیاری امشب نمیذارم بس میگ بزنم دیگه دو دقیقه تو حرف نزن دیگه من امشب با میترا خانم صحبت میکنم شاید مخش زدم تونستیم سند بگیریم بفرما سندم جور شد ما الان میتونیم رفع زحمت کنیم بریم سرکار تیزبین دستشون رو بکن خدا از ماموری کمتون نگیم نوکریم خیلی ممنون بازداشتگاه جناب سرنگ دستم این یونیفرمتون تو پسرم اون مهمون میاد غیر از من هیچ کسی نداره باور کنید باور کن ما قومون اصلا نشده سازا حرف اضافه نزن بازداشتگاه بریم بازداشتگاه چش 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 بفهم کرون کرون که میگن اینه گفته بودم اگه برگرده دوباره غمیره از دل تاریکی میمیره بعد از اون بی تو نشستن های روزی دستای سردم و دست تو میگیره اومدی اومدی اما دیدم دست تو سردی شما آقا سعیدی؟ از کجا میدونی؟ هستی یا نه؟ من اومدم دنبالت که با هم بریم کجا؟ مطمئن باش جای بدی نمیبرمت من مطمئنم که شما منو جای بدی نمیبری ولی خب میترسم نامزدم بفهم آخه بعدم باید اینجا باشم چون یکی قراره بیاد دنبالم ببخش ای بابا خب من اومدم دیگه دقیقه بایستم ولی اونی که میخواد بیاد دنبالم یکی دیگه شه؟ خب بری مرده بود کلا من روشه بیان دنباله تو راننده شونی؟ برشون مشکل پیش اومده من اومدم بریم بریم بجام دیگه حالا که اینو برمون کردم تو گیر داری نمیان این گیر داری به نمی تو چشه؟ نه بابا از زور زدن بیدم پشت رو شده چه ربطی به چشت داره؟ این دفعه 18 هم رفتی تو ها خوب خوبه تا بیکاری در اومد اینجا چوب خط میزنه چی گیری به ما میدی دیگه تا حالا چیزی هم خوندی؟ فراوون خیلی تو شهر خودتون نه تو همون آقا آدم نبا خودشو محدود کن و همه جا بخون منظورم مثل مردمه اتفاقا یه بار که همون فوت کرده بود سر قبرش کلی خوندم مردم اونجا بودن یعنی غمگین میخونی؟ نه 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 اصلا غمگین نمیخونم من یه سبکی واسه خودم دارم منتها دیر آلبوم دادم بیرون این ساسی مانکه ازم دوزید کن زودتر خوندش خدا لعنتشون بیا منو چشم بگو فقط اینجاشو خوب ساسون بزنه اینجاش خیلی حساسه خوبه توش نیافتادی تا حالا یه شلوار دیگه بدوزی فکر کنم زودتر آماده بشه تو اگه بلد بودی فکر کنی یه فکر به حال خودت میکردی الهام خانوم بابا اون یادگار دوران کودکی من اینجوری نکش خب بازتر میشه یعنی تو بچگی هیچ روشتن کردی؟ پایین تنم نه ولی بالاتنم چرا روشت کردی؟ اونم خوبه گوشی 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 زری ننس حرف بزن حرف بزن شنیدی صداشو؟ نه اونجا بودم ولی الان سوار یه وانتی شدم دارم میرم خیلی هم خوشگله نمیدونم اونا که نیومدن ولی یه خانمی داره منو با خودش میبره با نبره یه موقع دختره پسرت بلا بلا بیاره نه بابا اصلا به قیافش نمیام خیلی کوچولو موچولو این جاسوی چیه طبیعت خب واسه چه شوهر پیدا کنیم دیگه آره آگه بده روزنامه شوهریابی پیدا میشه ببین اگه زن بخواید من 100 تا واسهتون ردیف میکنم ولی تو این بابای کم شوهری شوهر از کجا میخواد الان پیدا کنین تو فنجون قهوهش پیداش کرده قدش بلند پول داره رمانتیک یه گل روز قرمز میزنه اینجاش براد پیتو میخواد واسه خودش کلا خب اینو که میگی مال منم هست یعنی خصوصیت منه فقط حیف که اختلاس سنی بیداد میکنه حیف آقا سعید چی شد بریم ببینیم کجاست آفرین آفرین فقط دوده زر نزن ببین وقتی شوهر دم دسته آگهی برای چی عزیز من گفتم روی کلم من واسه این کار حساب نکن من نیستم فهمیدی ملوک چطرم میشنسه بابا سعیدو میگم کدوم سعید بابا سعیدو همه
سعید هم خود چه در این کار میکنه؟ کجاش رومان تیکه؟ کجاش بول داره؟ چه چیکاریم؟ بعد روش کار کنیم. کجاش کار کنیم؟ روش کار کنیم، یعنی منظورم اینه که سعیدو طوری درستش کنیم، یعنی همونی بشه که مولوک بهش بله میگه. الکو اخو نامزد داره خودش. آره بابا کجا نبه داره نبه واره، اصلا من روش کیلو میخوام ببینم. بعد تازه اون اینا نمیخواد که، بعدش هم فقط فیلمه. ما بله رو بگیریم، هی امروز فردا میکنیم، مولوک اینجا رو نمیفروشه، اینا میمونه سر خونه زندگیشون دیگه. بعدش هم ببین من اگه ارزه دارم میدونم چیکار کنم. خب همین دیگه، من رو ارزه تو شک دارم، فهمیدی؟ نه شک ندارم، میگم چون تو میتونی این کارو انجام بدی میگم انجام بده. سعید میگم سبیه بادر کن. دیگه چیزی نمیخوری پسرم؟ من نه، من دیشب تو اتوبوس خوابم نبرد، وقتی هم بیخوابی میگیشم مثلا نمیتونم دیگه غذا بخورم، اشتها هم کور میشه. مطمئنی الان اشتهات کوره؟ نه خب پسرم، من الان تو سن رشد. آخه نه تو کجاش تو رشده؟ این نوشجو برام میخورم برای اینکه واسه حنجره خیلی خوبه. چطور؟ خب وقتی آروغ میزنم اصلا حنجرم جلا میده. سرت؟ آره حنجرم جلا میده، وقتی چهچه میزنم صدام تا هفت آبادی اونورترم میره. ولی کار خوشمزه ای داری. دوستش داری نه؟ حالا کی میرین سر کار؟ خب سر کاریم. اگه منظورت اینه که کی شروع کنیم، وقتی کرکره رو بکشیم بالا. چیکار داری میکنی؟ اینجا مستره داره؟ نه 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 اینجا نه، اینجا نه، اونجا هست جون. دیدی گفتم هنجره رو جلا میده اینا. ولی سواک شدی یا رنگ رو قشنگ با شده؟ نه بابا در بود آقونم، ولی خوبیش اینه وقتی میام تهران شکمم کار میکنه. آخه. خوبه دیگه، یه اوم تو کار کرده شکمت خورد، یه جلسه هم شکمت کار میکنه تو بخور. کجاش باید بخوابه؟ همونجا رو به قبله بخواب که اگه هم مردیه بلاف سفید فقط بکشیم. بیا. نه خودت کجا دوست داری بخوابی؟ همون رو به قبله راحتم، فقط شما خروپوف اینا که نمیکنی. نه ولی اگه صدای شنیدی سری سرتو بکن زیر پتو که یه وقت دوچار گاز گرفتگی نشی. منظورش مرگ خاموش ها. شاید میمندم نفهم میشه گوستان دونه الان بخوابه دیگه بیدار نمیشه. بگو قول قضیه رو بکن دیگه. چیو بکنه؟ نه نه منم میگه لباسم بکنم که منم بخوابم. با چی بابا؟ قول قضیه رو میگه. آدم ما مشکل داریم. این سعی جون ما مشکل داریم. آره ما مشکل داریم. مشکل داریم که تو اینجا کار کنی تو پیزا فروشی، چون تو هنرمندی. حیفه که بیای اینجا. ما رو می‌بینی ما علافیم. آره آره. ولی کسی نمی‌شناسته. کسی هم تحویلت نمیگیره. کسی هم اصلا با تو کاری نداره. ولی شانس آوردی که فامیل مایی. بگو خب. همینم برات کافیه. چرا؟ چون کلید خواننده شدن تو دست زنی که ما اونو می‌شناسیم. خب بریم ازش بگیریم. چیو؟ کلیدو. نه دیگه. کلید دل اون خانومه. باید بری دل اون خانومه به دست بیاری. یعنی باید مخشو بزنی تورش کنی، یعنی یه جوری باشه که بفهمه تو عاشقش شدی دیگه. من که زن دارم. ای بابا تو هنو عقل نکردی میگی زن دارم. اینجا هر دوم دوتا زن دارن، نمیگم ما زن داریم. آره زن زن میکنه. اصلا زن و ازدواج چیه؟ خود ازدواج چیز بی خوده. بعدش هم من الان 7 سال عقد کردم هی میگم زن دارم زن دارم زن دارم. تازه یکی بهتر پیدا بشه دو سوت بلند شدم رفتم گرفتمش. آهان آفرین، چه سوال خوبی پرسی. برای چی نمیدم بگیرم؟ چرا تا حالا این کار نکردم؟ به خاطر اینکه من با این هفته با عشق من نفس کشیدم. شاهده چه عشق کجاکاله‌ای داری؟ شما چطور؟ مگه با دماغ نفس نمیکشی؟ خیلی نفرمه. نه با دهن نفس میکشم. آها خوب میگه خوب میگه که یعنی خوب راه رسیدن به آرزو تو پیدا کردی، باید بیافتی تو. آره داداش تو با ما باش ما راحت میندازی. نهایتش یه دونه دست تیغ و یه کاسه پودر تیغ. نه 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 جونه تیغ من میترسم در داری. جونه من جونه من یه لحظه بایزه جونه من در نه بایزه. اه با چی شدی؟ او اتفه که نمیاد. خب اینه دیگه برداری. خیلی وقت ناراحت نشم من سیبیل ندارم برم. وای آقا سعید چقدر خوب شدید. من فکر میکنم تا مولوک ببینتتون رو بله رو بگید. بله خب اون که چه ربطی داره مگه به ظاهره؟ آخه با اصلا ظاهرم خوبه. نه بابا اگه به ظاهر و قیافه باشه باید به عقل همین الهام خانومم هم شک کرد. به همین قیافه بله رو داده. چشه خوشتیپه که راست میگه. تو خود 7 سال پیش من یادت نیست؟
115 و 120 من بیرون اومدن رو من ممنوع کرده بود. چرا؟ بس که پشت سر من قش می‌کردن، خودش کفش می‌برید. راست میگی؟ آره جان قنا، تو سنت قد نمیده. نه ولی برای این حرفا نیست. باید یاد بگیری مخ بزنی. چی بزنم؟ مخ دیگه همونی که نداری. نفهمیدم. می از من، باید بلد بشی راه بری، حرف بزنی، صحبت کنی. اینکه بلدی نمیخواد. من همین الان تا اینجا رو اومدم. چرا میخواد دیگه؟ بابا حرف زدن با زنا فرق میکنه، چون اونا به چیزی که تو میگی اصلا اهمیت نمیدن. چرا؟ به خاطر همون یرا، چون تو براشون مهم نیستی، مهم خودشونن. پس باید بذاری خودشون حرف بزنن. چرا؟ چون اگه سوال کردن جواب مهم نیست. چرا؟ چون نظر خودشون مهم، اصلا نظر تو مهم نیست. پس تو باید ازشون سوال کنی. یعنی اگه یه وقت حواس کردی حرف بزنی، حرفایی رو میزنی که اونا دوست دارن بگن و روشون نمیشه بگن. حالا ببین آماده ای؟ میخوایم آموزش اولیه رو شروع کنیم. حالا یعنی خوانندگی اینقدر سخته؟ آره دیگه، سه تا پ میخواد. پارتی، پررویی، پول که تو هیچ کدومو نداری. مثلا آماده ای شروع کنیم؟ آره. حالا متری چند میخواد بخره؟ خیلی خوب، دیگه چاره ای ندارم. به هر حال من میخوام اینجا رو بفروشم. فردا باهاش بونگا قرار بذارید، بگید پول نقد همراهش باشه. من حتما میام. حالا تماس میگیرم. بفرمایی. هیچی، پشیمون شدم، با اجازه. نه چرا؟ حتما کار دارن اومدن دیگه. میتونم کمکتون کنم؟ والا نمیدونم، اینجا کسی هست که من باش بتونم کاری داشته باشم؟ با کی کار داشتین؟ شما میفهمین چی دارین میگین؟ نه یعنی آره، البته میدونی چیه، مهم اینه که شما میفهمی چی میگی، این مهمه. حالا کارتونو بگی. راستش من اومدم که اینجا لباس سفارش بدن. ببینید ما اینجا مردونه دوزی که نداریم، هر چی داریم لباس عروسه و نامزدی. خب منم برای همین اومدم خدمتتون. پس کو عروس خانم؟ به راستش عروس خانم خواهرمه، ولی خب همه کاراش سپرده که من انجام بدم. خب به سلامتی، ایشالله قسمت خودتون بشه. ایشالله اگه شما قابل بدونید که ایشالله. خواهش میکنم. حالا برای کی میخوام؟ زمانش اصلا مهم نیست، زمانش اصلا مهم نیست، یعنی فقط میخوام خوب باشه دیگه، چون خواهرم خیلی حساسه. پول مولش هم اصلا مهم نیست، چون بچه ها حساب میکنن. خیلی خوب زودتر میگفتید. تشریف بیارید پایین، مدل ها رو بهتون نشون بدم. بفرمایید. بفرمایید. عزیزم دارید فکر میکنید؟ نه نه نه، دارم نگاه میکنم. چشمتون که بسته است؟ اینا نامحرم هم یه ذره. خیالتون راحت باشه، مدل های ما همه خارجی هم، اشکالی نه. اینا تلفون هاشونه اینجا؟ نه خیر، سایزشونه. شما اگه سایزشونو بگید من خودم بهتون کمک میکنم. اینا خوبن، اینا خیلی خوش دیپن. خواهرتون فریه؟ فری که نه، همینجوری مثل من موهاش صافه. منظورم سایزشونه، یعنی مناسب متعادل اندامشون. راستش میدونین چیه؟ این خود شما دیگه، همینجوری خوش هیکل و قشنگن. واقعا؟ یعنی من اینجوری هم؟ آره دیگه، اصلا شما فکر کنید واسه خودتون میخواییم بدوزید. پس میگی؟ پس بزن کمکتون کنم. بایشون. الهه، چرا برای آقا چایی بردی؟ کاپوچینو دوست داری؟ نمیدونم، اینو باید از نزدیک ببینم. سلام بالا. سلام. چجو خوشگله؟ زر؟ چیو؟ موخشو دیگه. آره زر. اسمسان دسته رسی؟ کدام اسمس؟ بابا من اسمس دادم به داده بودم. الهه اگه من دوست نداری الهه بمیری. اون موخه این نزد تا زلان عرضه قرار مشتری رو بنزه عقب. جونم مطمئنی؟ من طالب دروغ گفتم. بسه بلو، نمک نریز. بریم الهه. کجا بریم؟ خب شما بریم، من خودم میارمش دیگه، واسه چی جمع میبریم؟ بعد نکساره بلو، میخوایم این تازه اومدی هم واسه تو پیده.
زود بیا بیرون. خیلی خوب. بابا این خواهر چرا اینجوریه؟ چجوریه؟ ما فیلم کنیم ما خاطریم احساسات نداریم. نگفت که خوش درنگیر من از اون فسه تو پیتزا درست کردم با خودی. دست درد نکنه. خانوم یه لحظه ببخشید. شماره فیشتون چنده؟ این روش موه. منوچه یه دو تا پیتزا واسه خانوم بزنی روش موه. توش موه؟ نه بابا کجاش موه؟ بهتون گفتم چند روز به هم وقت بدین پول سعید هستم. سلام علیکم. آه بله بله خوبی؟ خوبی از خودتونه؟ مشکلی پیش اومده؟ نه هیچ مشکلی نیست. چرا من راستش اون سفارشی که به شما داده بودیم و خواستم یه ذره بجنبم فقط. حرف کار تو محل کار. مگه شما نمیبرید خونه؟ بعضی کارا رو میبرن خونه. شما که گفتید عجله ندارید. نه عجله بابا من که عجله ندارم، ولی خب خواهرم اینا دارن. به هر حال جوونه، من میترسم یه وقت خدای نکرده بلای سر خودشون بیارن. باشه چشم، سعی خودمو میکنم. امر دیگه نیست. فدات. فقط چیزه، من میخوام زیاد خودتون خسته نکنین. یه وقت میترسم سوزنی چیزی بره تو انگشتتون، یه وقت خدای نکرده من اون موقع تا آخر اون خودمو نمیبخشم. شما نمیخواد نگران باشید. کار دیگه ای ندارید؟ نه دیگه. نه. شما حالتون خوبه؟ شما مگه دکترین؟ نه دیگه فقط یه خورده عصبی. خوبه هلای بمیرم. آره یه ذره قدم بزنین خوب میشی. معمولا همین کارو میکنم. آفرین. خب حالا آره ساندویچ خوردن و غذا خوردن اینا هم هستین؟ بعضی وقتا میرم رستوران. آفرین. خب حالا جیگر یه کاری بکنین که یه جوری قرار بزنین یکی از این بعضی وقتا من دعوتتون کنم میشه؟ نمیدونم، به نظر خودتون میتونین این کارو بکنین؟ نه آره یعنی میتونم. بله فقط شما وقتشو تعیین بکنین. آخه میدونین چیه؟ من اصولا خیلی گرفتارم، همیشه هم سرم شلوغه. آخه حیف شد. نه حیف نشد، یعنی چشم. حالا تو این هفته شما یه وقتی تعیین بکنین، من دعوتتون میکنم تشریف بیارین. باشه، سعی میکنم تا هفته دیگه یه وقتی پیدا کنم. باشه پاشه. ساعت چند؟ پس زمانش با شما. امشب چطوره؟ نه امشب که نه. چرا همین امشب خوبه؟ چون به هر حال امشب هم جزء هفته دیگه حساب میشه. من میام دنبالتون. فدات شم. حال کردین چی جوری مخشو زدن؟ افشو خودت کنیم برد. تو گام اول خوب بود. بهت منو رو میدم. بابا هیچ، یه دفتر بهت میدن توش اسم غذا رو نوشتن، سفارش میدی رو. اینا بس سفارش بده که باید ببینه اون چی دلش میخواد. ممکنه گوشت قرمز باشه، ممکنه گوشت سفید باشه، ممکنه اصلا بگه من غذای دریایی میخوام، یا اصلا بگه من ماهی میخوام. آی من ماهی حساسیت دارم. بابا نمیخوام ماهی بخوری. خب آخه ببینم حالا بد میشه. میگم الاغ کوخانی نگونه. خب نبین. آره نمیشه که نبینه. الان باید مود اینه که توی یه ظرف غذا میخورن، با قاشق میذاره تو دهن اون میذاره تو دهن این. الان خیلی مود شده. من میتونم همین کارو میکنیم. کسی نگید، این باعث میشه به هم نزدیک بشن. چرا دادم تو میتونه به هم نزدیک. حالا ببین پول بده. پول نداره، میخواد غذا بگیره اونجا. پول چی؟ پول دیگه بابا، میخواد بره اونجا سفارش بده. پول میخواد. ای بابا همش پول. همین اول آخرام میده، فقط قره رو میزنه. بگی همین چقدر؟ نیمرو هم نمیتونه بخوره، بده یکم دیگه. این هم تازه میترا خانم داده بود، من لوازم آرایشی بخرم. آقا ولش کن ببین، بده دو در نکن آقا جون، این همین نمیتونه خودش سفارش غذا بده. نه یا آب مدنی بود خود بخره، تیری بیا بگو آب درمانی و اینا. خب؟ باشه تو نکنی، یا گن نزنی، یا اون گن نزنی. بده برو، بده برو. چنه نمیری تماشا داشته باشی؟ عزیزم بریم که مولود ما رو میشناس. آه یه راه داره. فهمیدم. بیا بریم پیش مستانه کارا. بیا. آره. بودید بری. بودید. گام دومه. موفق باشی. باشه. اون میخواد عادی نباشه، همونجوری باشه. نه حواسم اعصاب لو نمیکنه. بیا بیا
بفرمایید. سالاد خیلی خوشمزه است. بفرمایید. آدم سه تو دهنت دیگه؟ نه پس. چند تا پس؟ چند تا میخواد تو باشه؟ یه جبه دیگه. هسته تخصصتون چیه؟ حالا دامی. من پزشک میام. بله دامی پزشک. کجا زندگی میکنیم؟ حالا من جایی که ندارم، من زیر سایه شما. اختیار داریم. ابدا هنور فضولی نشه. خونت کجاست؟ حالا من بچه بالا. بالا؟ بله. منظورم بالا شهره. آرژانتین. آرژانتین که مرکزه که. نه آخه ما بالایی اونجا میشیم. یعنی بالای مرکز. من شیفته این صداقت شما. باید. مامانم هم همیشه میگفتش که مرد باید صادق باشه. خدا بیامرزتش. اسمش هستی. اتفاقا منم مامانم هستی صدا میزنم. نور خوب دوا. جدی میگم. یعنی هر وقت میرم خونه میگم مامان هستی؟ ماهی هم سفارش داده. گفت به ماهی حساسیت داره. یعنی چیه نگرانی؟ آره دیگه نه. من عاشق کله ماهی هم. حالا من شما هم دوست داری نه؟ نه من سیرم. تصمیم. کجا رفتی؟ انتخاب کردی؟ بله. بفرمی. دستشوی دستشوی. شما چی؟ منم اصلا اون که دوستم سفارش داد بکن نشتو تو فقط سرش فز بگی که روی خیار شدم پوز گوجه نریز. دست شما در بکنم. سعید کجا گرمه جواب نمیدی؟ ای بالا بیاری. بخوای نخوای بالا میارم. نه قلاما این شکل کردی خودتونه خود چرا اینجوری شدی؟ قشنگ بالا آوردی؟ نه نه من خب بابا چون چیزی نیست که داری به خود تلقیم میکنی. یه برو کجا میری؟ این برد این برد نه میاد ببین بگو حالا بر کنم دو این یری بیری کلاس خصوصی که داشتی براش؟ نه باشه ببین ادیافراگ که میگیم خوش به حالت ولی من اینطور نمیتونم. حال کردی؟ یا به کیسه سفران بود. حالا ولش کن بابا دختر مردم رو شام آوردی اینجا. بعد اونجا بخوری تو اینجا بخوری. بابا خب جلو اون که نمیتونم بالا بیارم. باید بیام اینجا دیگه. ولش کن یا به صورتت بزن بهتر میشه. بیا برو. اصلا نتونم جلوشو بگیرم. سعید. نظر یه استفراغ مانع پیشرفتت بشه. راست میگه تو میتونی به خواستت برسی. میتونی. نه. آره. بزن شل کن شله زانو تو میگم خب برای چی در میاری این بی صاحبو اصلا بالا بیارم روش کثیف شه دیگه چه سری رو شلوارت بالا بیاری بابا اینا زانوه اینا توانایی استفاده کنه گا تا میشه این شلوارت هم نمیریزه آقا من اینجوری وجدانم راحت تر شما چی میگی آقا من معذرت میخوام من مثلا برو قرمه خیلی خب کجا رفته بودی؟ یخ کرده دهن افتاد ماهی رو که نباید سرد خور ماهی رو باید گرم بخوریم میخوریم؟ همه آدم سه؟ آره پس چرا صداش اینجوری شده؟ با آب کیسه سفرم قاچه شده شل شده شما با اونایی؟ بله بلند شو ببینم بلند شو در بود و آخ میشدم خوابم میاد بچور فکر کردی ما جغدیم خب ما هم خوابم میاد مرتی که روانی چرا گذاشت شما رفتی؟
یعنی خب رفتم از دلش در بیارم دیگه. خب ولی از دماغ ما در آوردی. تو الان داشتم به جای پول قضا شما ظرف می‌شستی. فهمیدی؟ دیوونه تو نمیگی ما پول ندارم جوری سرت رو تکاف میندازی میری پایین. بده من بقیه پولم اینا. کدوم پول چی؟ بقیه‌اشو بده اینا. بیا سرتون بخوره. بقیه‌اش کو؟ بقیه‌اش دیگه. لباس بازش کثیف شد مجبور شدم در بس واسش بگیرم بره. چه غلطی؟ زیاد نری؟ آ پول بعدی آب آوارم حساب کردم. ببینم تو ماشین رو قاشق ماشق ندیدی؟ چی؟ هیچی. ای بابا ببین گند زدی، هم گند زدی هم پولو دادی هم ما رو به ظرف شستن انداختی. تازه خوانندگی هم پر خوابشو ببینی. اتفاقا داشتم خوابشو میدیدم. بله بله امیر، من اینکه فقط تو خواب ببینی. ببینم شاکی بود کی؟ مروج خانم. خیلی خیلی، ولی وقتی شنید که من از ماهی بدم میاد و به روش نیوردم خیلی ازم تشکر کرد. یه بار دیگه وقتی فهمید من از ماهی بدم میاد ولی به روش نیوردم اون جلوی من خورد. خب از اون تشکر. خوبه که باری که خب با صورت تو نشستی تگری زدی نه؟ نه. ببینم بازم باش قرار گذاشتی؟ آره فردا کافی شام. خوبه خوبه این دیگه چیه؟ با کلاف دادی تو؟ پول نمیخواد، پول مهمون من. برو تو من نمیام. خیلی کار دوست داشت، قشنگ واسه تو تیپ و اصلا باید هم خوشحال باشی. سلام سلام. چجوری اومدی الهام کو؟ الهام کو؟ اون بیچاره اونجا داره گریه میکنه، شما نشستی اینجا هر هر میخندید. آخه چرا اونجا گریه میکنه؟ بیا تو گریه کنه. آقا سعید. بله. میتونم یک شعر رو واسه تون بخونم؟ بله شعر میخونه این موشک. به پا پاهای شتابون یه هایی نرن رو صابون. بله بله. 7 ساله فقط 2 بار منو بردی رستوران، هم توی 1 ماه اول. خجالت نمی‌کشی با دوستات میری؟ اصلا چیزی از گلوت پایین رفت؟ من چی سود میگذرم؟ بابا من چوفتم نخوردم. خب میخوردی؟ یاد رفته همه کار به خاطر شماست. میخوای بیخیال شم مولیک اونجا رو بفروشه، شما هم کارتون خواب بشین بگیر وسط چوب شرطی رو با کنه با مغز بخور اونجا مغز بتره که. نه با چی؟ اه اون کلاه اینا که تو بردار، اینه دیوونه ها. آه اینه کنارش میگه. ببینم یعنی تو واقعا هم این کارا رو به خاطر ما کردی؟ با چی فکر کردی؟ فکر کنم قلابش به سعیدم گیر کرده، تازه فردا کافی شاپ هم دعوتش کرده. مولوک هیچ چیز این دنیا روی حساب کتاب نیست. هیچ. چرا اتفاقا هست؟ من و تو سواد خوندنشو نداریم بیچاره. بابا کجا رو حساب کتابه؟ نه دیگه کی فکرشو میکرد سعید چولمن، سعید عمه الان با یه دخی تو کافی شاپ بشینه قهوه اکسپرسو بخوره. اکسپرسو؟ حالا هر چی که هست من چه میدونم. دیگه هر چی ندیگه، درستشو یاد بگی جای میری درستشو بگو. استرپسکسو. خب حالا ما اونجا باید بشینیم نون خامه مصرف کنیم. نه نونم فامیله دیگه، اون بخوره انگار قوممون داره میخوره. گفتی بعدش هم خدا انقدر بزرگی من میدونم یه روز یه وانت گوجه ای میگیریم رینگ اسپورت، زن و بچه رو میریزیم 16 تا بچه پشت وانت ری بره دربند. ری بره دربند. آره بیا. نونه زیاد نیست؟ نه میزونه. ببینی من دلم میخواد هر چی که میبینین به من بگین، اصلا به این فکر نکنی ممکنه من یه وقت ناراحت بشم. و راست جالتون راحت بشه، اتفاقا من تو اون دوره ای که دیدم قسم جون مادر خوردم که فقط راستشی بگم. چه خوب، بگید بگید. اونجا چند تا راه وجود داره برای اینکه شما به آرزوهاتون برسید. چند تا؟ 15 تا. 15 تا؟ کمه؟ نه زیاده. اشکال نداره، عوضش همش بس هست، فقط یه راه وجود داره، اونم یه مرد توشه. چه شکلیه؟ خیلی خوشتیپه، خوشگله، خوش چیزه. جسارت نباشه تو مایه های خود منه. اسب؟ نه من. نه من منظورم این بود که اسب چی؟ اسب هم میبینی؟ آها بله، یعنی چجوری بیام یکی یه چیزی اینجا اون من اول فکر کردم شمایی، ولی الان نگاه میکنم اینم اسب شما نیستین. یه زنم چشیش درشته، مجاشم همجوری برگشته، اینجوری شکل اون سرندیپیتی قبلا بود و اینا. البته من فکر کنم اسب آبیه چون این ذره خیسه اینجا. خب تعبیرش چیه؟ خب تعبیرش اینه که چون اسب آبی زیر آب زندگی میکنه، شما برای رسیدن به آرزوهاتون یه ذره باید همچین زیر آبی. همین رو این تو نوشته؟ نه نه نوشته، کشیده. دیگه چی نوشته؟ چی منظورم اینه که کشیده؟ راستش خب یه چیزایی نوشته منتها به خاطر حجب و حیا اینا من روم نمیشه بگم. یعنی خوب نگاه کن شاید بتونی بگی. چی موضوعاتون کلوف شد؟
شما اینجا چی میخوای؟ پول هم میخوام. پول نداری چکاتو پاس کنی اومدی قهوه خوری؟ معرفی نکردی که اصلا شما کی هستی آقا شیگولو؟ با منی؟ نه با تو هم خوششانس آوردی با توی چون اگه با من بودی اینجا حالیت میکردن بشین فالتو بگی اتفاقا میخوام پاشم حالتو بگیرم اصلا میخوای چیکار کنی؟ آقا اجازه بده من دارم با ایشون صحبت میکنم ببین اگه تا قبل اینکه من اینا رو باز کنم از خانم عذرخواهی کردی کردی وگرنه همینجا یه جور من با این آقایون اصلا مشکلی ندارم خیلی هم دوستشون دارم ولی خودتو یه جوری میزنم که همینجا کت و شلوارت پاره شه. وای چیه چی شده؟ دعوا دعوا داره دعوا شروع میشه. آخ اصلا اونجا ببینن بده من چیزی چیکار میکنی اینو تو بیا نمیخواد بری تو این خوبه خودت خواستی ها مال این حرفا نیستی. آقا من گفتم با چون گنده اینجا زن و بچه نشسته به جان آبجی کوچیکم یه کلمه بی ادبیات دهن در بیاد همچین با این میز فهمی زن تو مراجعه چیکار کنی تو چی میگی بچه من میگم نوکرتم بچه پر رو باز دیگه سعید اینا با من چیه نوکرتم میگم من باید میزنم دیگه شما چرا دست تا بلاس چرا گوشی کیپت کجا بود پلو کشتمش زنگ بزنین صد و ده بیاد منو ببره زندان اگر کشته باشینش دارتون میزنن ها اشکال نداری بذاری دارم بزنم من قاتلم قاتل حالا مطمئنی مرده؟ من چه میدونم؟ من که دکتر نیستم اون خدا بیامرز بود این خدا بیامرز الان کجاست؟ چه میدونم؟ اون نامزد دست و پا چلوفتی خواهر دست و اون دوستش بردستش دیگه مگه اونا اونجا بودن؟ نمیدونم یه هایی از کجا پیدا شد ببینم اونا از کجا هم دیگه رو میشتاختن؟ من چه میدونم شما اونجا بودین؟ نامزد توه یعنی نباید بدونی با کی دوسته با کی دوست نیست خب اینه که هنوز هم عروسی نکردن تو حرف نزن بروجک بریم کجا؟ پیش اون شوهرت مگه تو میدونی اون کجاست؟ پیداش کن! آقا جون خب یه جوری ما رفتار بکنیم که اصلا انگار اتفاقی نیفتاده بابا مگه مغزه خر خوردی اون ستایی ما رو با هم دین آقا اونو که من میگم گوش کنی میگیم دکتر سعید با سابکار ما دست به معامله های بزرگ میزدن این آقا که دو روز اومده اینجا دکتر مهندس بشه دست به معامله بزرگ بزنه من اینجا خودم زایه کنم نمیخوام زایه چیه خود ببخشید تو هم اینجوری زایه هستی خب اومد ملوکه به 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 سلام علیکم حال شما برو کنار مگه تریلی ایجا چرک خاطره هست اینجا نامحرمه میری کنار یا اون بلایی که سر اون آوردم سر تو بیارم ترجیح میدم برم کنار کجاست؟ دستشوی زنونه اون بره مردونه هم مشرفش کی؟ اولالا وقتی من سوال میکنم فقط جواب میدی داد که کجاست؟ آقای دکتر تاجر سعید خان آقای دکتر تاجر سعید خان دیگه که؟ بابا همون که داشت به خاطر شما دعوا میکرد ما جستیم تو دیگه کمکش هم آقای دکتر از کجا میشناسینش؟ از اونجا راستی با سابکار ما خب چه کس عد بلونی داد گفته ما ببریم بهش بدیم آوردیم بهش بدیم که اون شهریان چه شهری شدی و بله چکو بده ببینم چک یه لحظه اینا آه لحظه آخر گذاشتم تو جیبه تو نه بابا آره بودیش تو جیبه ببخشید پشت من میگم چرا تو دبا یارو دست کرد تو شلوار من نگم میخواست چکو بزنه که زده زد؟ زد فدای یه تار موی شما <تص->
سلام. سلام. صد میلیون تومن فدای تارو میدم. بله، اصلا وقتی پای شما در میاد هیچ قابلی نداره. شما حالتون خوبه؟ خوبم. شما خوب این جایتون اشکسته؟ نه، من راحتم، محکمم. نه، یکم سنتگانه خوب میشه دکتر. آخه اینجا که خوب نیست. خوبه. از سرش هم زیادیه. چی خوبه؟ نه حالام. بله، منظورم که جاش زیاده، اینجا خوبه دیگه همینجا. بله، منظورم که یکم استراحت کنه، براش آژانس میگیریم میریم. ما یه تیله رو من حساب نکنید ها. پول مول خبری نیست. فقط بلدم ما رو بتیقن. وا! چرا آژانس؟ مگه من خودم مردم؟ خودم میرسونمتون آقای دکتر. نه نه، دکتر امانت حاجی پیش ماست. اگه صاحبکارا بفهمه شاکی میشه. واه چه لوس. یعنی به من اعتماد نداری؟ نه، به ایشون اعتماد ندارم. نه، منظورش اینه که یه جانور مهمی مثل آقای دکتر اگه همراه شما باشن مسئولیت‌ها سنگین میشه، اون وقت اینجوری دعوت شما میشه. ما خودمون همینجا لازم نکرده دلتون بسوزه. شما رو که نمیخوام ببرم. منم با خودت ببرم. آقای دکتر رو میخوام ببرم. آقای دکتر منزل کجاست؟ بالا. گفتم که من بچه بالام. آرژانتین. نه نه نه، اونور. یعنی نه نه کجا؟ به قطعا این ضربه که تو سر آقای دکتر خورده باعث اختلال حواس و فراموشی شده. دکتر منو میشناسی؟ منم غلام. نه غلام. دیدین، خواهش اشکال نداره، من آدرس میدم، شما ببرینش. آره آره، فکر خوبیه. پس من میرم تو ماشین منتظر میمونم. زود بیا. فقط اگه یه لحظه مردی بگی خودم میرم. ببخشید. فکر میکنم تا حالا سوار یه همچین ماشینی نشده باشی. راستش من تا حالا سوار ماشینی که همچین راننده‌ای داشته باشه نشدم. چقدر رومانتیکی شما. چه؟ حالتون خوب نیست؟ میخوایم بریم درمونگاه بیمارستان اینجایی؟ نه، لازم نیست. درسته شما ضربه دستتون خیلیه، ولی من کلام صف مفته، یعنی از اون نازک نارنجی نیستم. هستم نظرتون. نه الهی شکر، اگرم تا امروز اینجوری فکر میکردم با این بزن بزنی که امروز را انداختین دیگه نه اینجوری فکر نمیکنم. حالا اونا کی بودن؟ شرخن. آخرین باری که داشتم ازدواج میکردم رفته بودیم برای خرید طلا و سفارش شام مهمونی و این حرفا. اون آقای به ظاهر محترم گفت پول همراهم نیست. من سادم برداشتم دست چکم و تمام امضا سپردم به آقا. فکر میکنین چی کار کرد؟ شب عقل نیومد و مارم غال گذاشت. بقیهش هم دیگه خودتون حدس بزنین دیگه. بعدم که چه کار داده دست این شهر خراب. خلیت کرد. معلومه. اون اگه بفهمه دختر عروسی کرده، اون برام خواننده شدنش الکی ها سگد مگد میکنه، شهر میشه واسمونا. بابا این دختر شوهر کرده به تو چه ربطی داره؟ اینم اگه خواننده شد شد، نشد به همین پایه. آقا الان بحث اینا نیست که شلوغش میکنی. بعد من کف دستم بو کرده بودم. من از کجا بدونم که این خانم وطن دو روز عاشق این مشنگ میشه؟ بفرمی. اینجاست؟ ناقابله، بفرمی. بله بیم. چند متره؟ راستش چند باری خواستم مترش کنم ولی خب هر دفعه کار پیش اومده نشده. آخه آره. تنهایی نمیترسی؟ چرا؟ خیلی وحشتناکه، میترسم. درک میکنم. منم مثل شما میدونم تنهایی چی میکشی. نه نه نه، من اصلا چیزی نمیکشم، یعنی اصلا سیگار میگارم نیستم. من منظورم تنهایی بود. آره اونو هست، ولی خب یه جورایی خودم رو سرگرم میکنم دیگه. مثلا چه جوری؟ خب من یه تحصیلایی دارم، گاهی وقت خوانندگی میکنم. یعنی شما هم تاجر دکتر سعیدین هم خواننده؟ حالا اوناش زیاد جدی نیست، من بیشتر خوانندگی دوست دارم که هنوز نشدم. انقدر دوست دارم صداتونو بشنوم. منتظرم، منتظر شادیم، مسافر قایق بادیم. نه اینجوری نه. پس واجب شد حتما یه شب دعوتتون کنم. نه دیگه، این دفعه نوبت منه. امروز که دماغتون در اومد. میکروفون میخواد، وسیله میخواد، چیز خیلی میخواد. یعنی همه اینو رو این تو داری؟ بله. میشه بگی چی شده؟ من که نمیفهمم. دفعه اولت که نیست. هیچ وقت حرف منو نمیفهمی. مهمونی امشبو میگم. مهمونی؟ کدوم مهمونی؟ منو چرا دروغ نگو که میام اونجا، هر چی دیدی از چش خودت دیدی ها. خب باور کن من نمیدونم از کدوم مهمونی میگی. نمیدونی مهمونی چیه؟ حشمت داراش توضیح بده مهمونی چیه. حشمت نه، کیارست. بله، مهمونی مکانیه که چند نفر دور هم جمع میشن و در آنجا به شادی میپردازن. بعضی از اونها ساکتن و بعضی از اونها با حرکات و موزون مشغول به حرکت میشن. آقا دو دقیقه خفه شده دارم حرف میزنم. وقتی با من حرف میزنی با کسی دیگه حرف نزن. تو هم دست نزن دیگه. همون غلام بود، گفتم خفه شه. دیدی؟ دیدی اونم از من برات مهمتره؟ دست به یکی کردین دروغ دونگ تحویل من بده 7 سال دیگه سر کار بمونم. آره بس نیست. باور کن من نمیدونم از چی صحبت میکنی الی جان. مهمونی امشب آقا سعید گرفتن منزل حاجی، نمیدونی؟ آه.
قد کن من بهت زنگ میزنم. تو رفتی چه غلطی کردی؟ ای بابا خیالت راحت، حواسم جمع من ندی وقتی رفتم اون مهمونی رو میگم. آها آقا میخواد صدای منو بشنوه، میخواد بیاد خونه. خیالت راحت باشه، من همین امروز فردا خجالت همتون در میام. تو مثل اینکه باور شده خونه مال توئه نه؟ مثلا دیگه. مثلا دیگه پس چرا رفتی همه رو دعوت کردی؟ خب آخه با اون خانمه که من نمیشم تو خونه تنها باشم، زشت بود. راست میگه دیگه، معصیت داره دختر و پسر توی خونه. اصلا بابا فهمید تو نفهمید. من نفهمیدم. من برم آجور بیارم، آجور رو بیارم راست من بلش کن بابا. حالا خوبه فامیلیم آقا، چی دعوا میکنی؟ خود خواهی مهمونی خوش بگذارونیم دیگه. آقا هر کاری میکنیم بکنیم، ولی من پامتون مهمونی نمیذارم، فهمیدی؟ بفرمای تو، فقط همین نیست ها، کلی جا داره، یعنی یه طبقه بالا هست، دوتا هم پایین، اصلا خیلی جایی درندش تو. خیلی قشنگه. بله بله. من واقعا از سلیقتون خوشم اومد، آوانگارده. آره آره. ببینم باربیکیو هم داریم؟ بله اونم داریم، منتها از اینجا دیده نمیشه، یعنی باید بریم تو ایوون، از اونجا تمام شهر زیر پاتونه. بزن به افتخاره. بازم پیتزا؟ مگه پول داشتم اگر از این چیز دیگه بگیرم؟ بعد نکنه شما باورتون شده جدی جدی مهمون تاجر دکتر سعیدین؟ چطور بیادب شدی امشب؟ زشتی؟ ببین امشب من اصلا حوصله ندارم، پس با من حرف نزن. تو هیچ‌وقت حوصله من نداری، این که چیز جدیدی نیست. بابا من یه غلطی کردم، مثل خر توش موندم. خیلی سرم می‌خواستم یه کاری کنم شما رو از خیاط خونه بیرون نندازن. حالا اگه حاجی بیاد بفهمه با تیپا هممون رو کنگفه کن بیرون می‌ریزه. اون وقت بریم کارتون خواب بشیم. پس جعبه‌هاشو نگهدار. به چه دردت می‌خوره؟ کارتون خواب شدیم می‌خوابیم روش. فکر کرد. داره حل ارائه داد. آدم بیرون روی می‌گیره اینو از همه قدر تعریف می‌کنن. یاد بگیر. می‌میری تو حرف نزنی. حرف نزنی نه زلزله میاد، نه سیل میشه، نه سونامی میشه. بازم دعوا تو شو. به جاسوسی جی هم باید توضیح بدی. بابا این خواهر جوانیه. درست صحبت کن. چه چی داره؟ نه هیچ چه نه هیچ چرا؟ خونه میگی من در یخچالو وا کنم، ناگهان سوز بخوری و سرمون می‌خوری. نه ببینم چی دارم. خوشمزه بود، من تا حالا همچین چیزی نخوردم. همه موادش آقلم تهیه کرده. دست شما هم درد نکنه آفرین. نه نه حالا مهم نیست موادش از کجا آمده. خیلی مهمه. مهم اینه که امشب می‌خواستم راجع به آقا سعید خودمون یه توضیحاتی من عرض کنم خدمت. منظورشون تاجر دکتر سعید البته. نه 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 اتفاقا راجع به آقا سعید، یعنی سعید خودمون. منم موافقم. تاجر دکتر سعید خیلی سخته. اگه اجازه بدیم بگیم همون آقا سعید. باشه. بله. ولی این آقا سعید ما اون چیزی که یعنی اونجوری که شما فکر می‌کنین نیستا. موافقم. این آقا سعید خیلی خاکیه. خیلی هم با نمکه. ولی به ما قول داده بودن امشب برامون بخونن، همه کاری کردین الا اینکه بخونین. پس بزن به افتخارش. نزنین. آقا سعید میخونن، خوبم میخونن، ولی اجازه بدین یه چیز مهمی راجبش میخواستم بگم. من دیگه طاقت ندارم. اولیشون میخونن، بعد هر چی دلتون خواست بگید. بله مهمه، بعد شما بگید. نه اول میخونن. مهمه. چی میخوای؟ من اینجا باد خورد، دفترم افتاد اینجا، اومدم برش دارم. آهنگای مستجد مراتب جهت آشنایی شما با آهنگای مستجد. چیکار داری می‌کنی؟ بله. نبایی 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 نبایی.
یکی به من بگه اینجا چه خبره. سلام آقا. سلام و زهر مار، میگن اینجا چه خبره؟ سلام نشست من یه لحظه ببخشم هیچی آجا خود بگیم. تو به این همه فسخ و فجور میگه هیچی؟ درست میگه آجی، این یه جلسه معرفی با آشنایی موزیکای مستعجل مفتزه بود و ترویج موزیک عرفانی. نوایی 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 جمع کنیم این مسخره بازی ها رو. یکی به منم بگه اینجا چه خبره. خانم از شما بعیده، بفرمایید بیرون. آقا حواستون باشه، شما اینجا مهمونید. مهمونید ولی حواستون باشه دیگه نبینم با این خانم اینجوری حرف بزنید. ببخشید جناب عالی، مگه شما هم دیگه رو نمی‌شناسی؟ بله من دفعه اولی این آقا رو دارم می‌بینم. ببخشید بنده تاجر دکتر سعید هستم، الانم داشتم به افتخار این خانم آواز می‌خوندم که شما همینجوری این چیز سرتون انداختین اومدین بالا. شما خودتون رو معرفی کنی ببینیم کی هستین. بفرما آقا منوچهر، تحویل بگیر. به این آقای خوشمزه بفهمون حالی کن که من کی هستم. ایشون نه نه نه، من میخوام خودش حرف بزنه. خب میخوام بگم دیگه. آقا ول کن دیگه، من میخوام ببینم اصلا خودش وجودشو داره حرف بزنه. آقا جان همون رو میخوام بگم دیگه، ایشون حاج آقا رئیس بنده صاحب همین خونه ان که ما هم مزاحم شدیم اومدیم همینجا. بله همین خونه آقا. بله بله ایشون هم متاسفانه پسرعمه بنده، غلام شما، خاک پای شما، الاغ شما. بله چی دارین میگین شما؟ یعنی تو این مدت منو مسخره کرده بودین؟ من ساده رو بگو که فکر کردم تو با بقیه فرق کنی. فکر کردم آدمی. نه بابا من بابا الان اون سر نکره تو بل نده. شما خیال کردی ما که خیال نکردیم جلو آجی اینجوری حرف میزنیم. خب من میخواستم همه چیز رو به شما بعد شام بگم، شما اجازه ندین. درسته الهام؟ آره میگه درسته. کاش با همون گلدون همچین زده بودم تو ملاجت که میمردی. اجازه بده یه لحظه مولو کنم، اجازه بدین. من این کارا رو کردم بابا واسه اینکه به آرزوام برسم. بعدم اینا گفتن دروغ بگو، همین آقا اون یه چیزی بعدم بگو خواننده بشه. ما هم گفتیم اگه این حرفا رو به شما بزنیم اون شاید به آرزوش برسه. هاجا همین بود جانم. بابا به خود شما داشتیم کارگاه رو میفروختی، ما هم هیچ جایی نداشتیم بریم زندگی کنیم. آخه چرا من مجبور شدیم؟ نمیدونستیم آخرش اینجوری چی شد. چی شد واسه ببینم این چی گفت. ولش کن استیگو فلان بس ببینم. من خیال کردم شما همه این کارا رو به خاطر من کردین ولی منم پس دست جمعی تو توطئه کردی، از نبود من سوء استفاده کردی. به حرمت این سالایی که برام کار کردین تا فردا 10 صبح وقت دارین که وسایلتون رو جمع کنین و برین. دیگه هم نمیخوام ریختتون رو ببینم. ادامه یقه گیریتون هم بیرون. بفرمایید. خیلی نامردی، خیلی چشم سعید. بس دیگه خراب شد. آخه گوش کن تو من چی میگم. شما وایسه باش من کار دارم. جانم شما اولا کلید بفرما جا سالم سالم. دوما فردا ساعت 8 صبح که اومدم مغازه میخوام هیچ اثری از شما و این پسرموی فاسد فاجرت نباشه. پسرمو چی؟ پسرموی فاسد فاجر وقی. خوب شد. آجا منم با شما یه حرفایی دارم بعدم میگم. 8 صبح چشم. حالا به فرض که ما با مزگون پسر شما ور رفتیم، توی این مدت اینه ما کار خوب کردیم مو؟ تو یه الف بچه لازم نکرد به من درس اخلاق بدی. من توی این خونه نماز میخونم، با وجود آدمی مثل تو باید کل این خونه رو غسل کنم. پسرموی فاسد فاجر وقیه ابله. با مونو خانم برش سعید باستا. سعید باستا برو. شما کجا بابا؟ دیر وقت سب کنید با الهام باهاتون بیاییم. لازم نکرده، شما برید نقشه بکشید یکی دیگر رو مسخره کنید. من بلدم خدا مراقبت کنم. ما هم اگه میخواییم با اتون بیاییم میخواییم شما مراقب ما باشین دیگه. بازم داری منو مسخره میکنیم. شما با احساسات من بازی کردید. بابا اینقدر با احساسات ما بازی شده که غلط بکنی با احساس کسی بازی کنی. اگه الان اومدم اینجا می‌خواستم بگم اون سعید بدبخت تقصیر نداشت. یعنی هیچ کس مقصر نیست. بابا همش نقشه من بود. اما فکر می‌کردم آخرش اونجوری که می‌خوام تموم میشه. ولی دیدی که بازم ما باختیم. فقط شما؟ شما حتی یه لحظه هم به من فکر نکردین. دنیا عوض شد. جای اینکه شما به ما فکر کنی ما بعد به شما فکر می‌کردیم. پس تو دیگه واسه بعدم گوش کن، بعد هر چه خواستی برو. چطوری می‌تونستیم به تو فکر کنیم وقتی نمی‌دونیم از فردا کجا می‌خوایم بخوابیم؟ اگه ما مجبور شدیم دروغ بگیم فقط به خاطر یه لقمه نون بود، برای یه جای خوابیدن، برای استم آرزو که شاید برای شما مسخره باشه. چجوری میتونستیم به تو فکر کنیم وقتی سعید به هیچ کدوم از آرزوهاش نرسید؟ هر
کن بابا، بیا بریم. بیا آجی چند میگه شب اینجا رو؟ بیا حالا کجا رفته؟ برو دنبالش، اون که چایی رو بلد نیست. صبر کن. یه چیزایی دستگیرم شد، یه فرصت دیگه بهتون میدم، برو دنبالش. سلام سعید، باور کن من فکر نمیکردم به اینجا آب بکشه. من همه این کارا رو به عشق خوانندگی کردم، حالا که نشده فقط میمونه منیژه. آره بابا، من که به آرزوم نرسیدم، تو هم نرسیدی، خدا کنه اون به آرزوش رسیده باشه دیگه. رسیده باشه؟ نتونستم بهت بگم. میدونی عمه زنگ زد گفت که امشب عروسی اونه منیژه، الانم فکر میکنم به آرزوش رسیده. خواهرم با هم. خب هیچی جا داره اینجا از کسی که با اسپانیا این امر خیر شد لاغل من و الهام خانومو بعد از 7 سال راهی خونه زندگی کرد تشکر کنم. حاجا بزن به افتخارش کف دستی قشنگرو. بله. خب اجازه بدید من از پدر داماد بزرگ این جمع به حق پدری برای من آقایان خیلی دارن. آخه مادرش حق پدری به گردن من داره. بله به افتخار آقا برا. خوشحاله، خوشحالتر. باید مالو کنه. ببخشید میگه برای پاتختی بیم پول همه این چیزایی که خوردین اونجا. LCD تلویزیون. LCD اوتو کادو. من هرگی پاتختی نیم با خوار مادرتون بیاین چون اونجا زنونه است. عذر میخوام. میگه عذر میخوام. مول موز نه موز اون طرفه موز بزنم ببود. حالا ما هم برای شما یه هدیه داریم، یه شعر از الهه جاوید خواهر خانوم منه میدونم. خب و با صدای پسر عمه عزیزمون سعید بزن به افتخار تلاش پسر خانمون کفتت بشن.